سلام و به یکی دیگه از ویدیوهای کانال آدمیرال خوش آمدید. ایالات متحده با اختلاف معناداری بزرگترین ناوگان هواپیماهای جنگی در جهان را در اختیار دارد. همکنون حدود 14,000 پرنده از هواپیماهای ترابری گرفته تا جنگنده، تهاجمی و همچنین تانکرهای سوخت رسان و عملیات ویژه در این ناوگان در حال پروازند. وقتی یک هواپیما از رد خارج و زمینگیر می شود، به خانه آخرت خود در تأسیسات نگهداری هواپیما در صحرای توسان در آریزونا موسوم به بنیارد یا قبرستان فرستاده می شود. بنیارد بخشی از یگان 309 نگهداری و بازسازی در پایگاه هوایی دیویس مانتانا است. تمام نیروهای نظامی آمریکا مانند نیروی هوایی، نیروی دریایی، ناسا و سایرین هواگردهای از کار افتاده خود را برای جداسازی قطعات به اینجا می‌فرستند. حدود 5,000 هواپیمای نظامی بازنشسته و دیگر تجهیزات در 2,600 هکتار زمین در این تأسیسات پارک شدند. 550 نفر پرسنل نظامی و غیر نظامی تلاش می‌کنند تا هواپیماها را برای استفاده احتمالی در آینده حفظ کنند. سالانه حدود 400 هواپیما برای نگهداری پردازش می شود و تقریبا همین تعداد برای بازگشت به خدمت، نوسازی یا تبدیل به هواپیماهای بی سرنشین کنترل از راه دور و یا به دولت‌های خارجی متحد آمریکا فروخته می شود. در بنیاد دستورالعمل‌های دقیقی وجود دارد تا حداکثر استفاده از این تجهیزات انجام شود. خدمت بنیارد به پایان جنگ جهانی دوم برمیگردد و بیش از 70 سال در حال کار بوده. هواپیماهای آسیب دیده از میدانهای جنگ و همچنین هواپیماهایی که احتمال استفاده در آینده را داشته باشند برای بازیافت و دیگر اقدامات به بنیارد منتقل می شوند. تا سال 1962 تمام تأسیسات دولتی مشابه دیگر تعطیل و همگی در توسان ادغام شدند تا بنیارد را به بزرگترین انبار هواپیما در جهان تبدیل کنند. شرایط آب و هوایی این منطقه برای این منظور بسیار مناسب است، با درصد رطوبت پایین در حدود 10-20%، بارش سالیانه کمتر از 30 سانتی‌متر، خاک غلیایی سخت و ارتفاع بیش از 770 متر از سطح دریا. همه این شرایط در کنار هم به هواپیماها امکان می‌دهد تا در فضای باز نگهداری شده و برای تفکیک قطعات یا استفاده مجدد احتمالی در آینده حفظ شود. علاوه بر اینها، جغرافیای منطقه امکان حرکت هواپیماها روی زمین سخت و بدون نیاز به تسطیح منطقه را فراهم می‌آورد. در بنیارد برای آخرین فرود هواپیماها باند فرود ویژه‌ای تدارک دیده شد. در سال 1925 شهرداری توسان زمینی را در جنوب شرقی شهر برای ساخت یک باند اختصاصی تصاحب کرد. نهایتاً پس از چند مرحله توسعه، باند فعلی بنیارد با طول بیش از 4 کیلومتر قابلیت پذیرش بزرگترین هواپیماهای موجود را دارد.
با اعلام رسمی اتمام دوره خدمت یک هواپیما مراسم بازنشستگی برای آن برگزار شد. این رویداد به طور سنتی در باند فرودگاه یا پایگاه هوایی که آخرین محل خدمت هواپیما بوده برگزار می شود. در این مراسم هواپیماهای دیگر آن پایگاه به همراه خدمه هوایی و پرسنل نگهداری در دو طرف باند برای ادای احترام صف کشیده و هواپیما آخرین رژه خود را انجام می دهد. این ادای احترام تا انجام تیک آف ادامه یافته و هواپیمای بازنشسته پس از برخاستن به نشانه شروع سفر بازنشستگی دوری اطراف پایگاه می زند. هواپیماهایی که قطعات آنها برای استفاده در ناوگان مناسب تشخیص داده شوند بعد از طی فرایندهایی برای نگهداری طولانی مدت آماده می شوند. روی این هواپیماها لایه لاتکس ویژه اسپری می شوند. طی فرایند آب بندی دو مرحله‌ای تمام شکاف‌ها و سوراخ‌های روی پرنده پوشانده می‌شود به نحوی که مانع نفوذ رطوبت یا حشرات یا جوندگان به داخل آن شود. این پوشش برای جلوگیری از تخریب هواپیما در گرمای بیابان بسیار حیاتی است. با این کار دمای داخلی پرنده بیش از 15 درجه از دمای محیط افزایش نمی‌یابد. این اسپری لاتکس حدود 550 دلار در هر 5 گالون هزینه در بر دارد که البته سرمایه گذاری برگشت پذیری است برای حفظ قطعاتی که احتمالاً در هیچ جای دیگری قابل پیدا کردن نباشند. در فصل تابستان که دمای هوا از 50 درجه هم فراتر می رود، فرایند اسپری می بایست تا قبل از ساعت 10 صبح به پایان برسد. در غیر این صورت اسپری روی سطوح چسبندگی لازم را نخواهد داشت. اکثر هواپیماهای جنگنده به حدود 50 ساعت کار نیاز دارند تا آماده دپو شوند. این زمان برای هلیکوپترها 80 ساعت است، چون علاوه بر وجود در و پنجره بیشتر ملخ پروانه آنها هم باید به طور کامل آب بندی شوند. هواپیماهای بزرگ همچون B-52 می توانند تا 300 ساعت زمان برای آب بندی نیاز داشته باشند. البته بنیاد بیش از یک انبار قطعات و ضایعات است، چون هر از گاهی هم از آن به عنوان مرکز آموزشی استفاده می شود. در این دوره ها کارآموزان تجربه عملی کار روی هواپیما در فضای باز را به دست می آورند. نیروهایی از سراسر جهان برای آموزش در مورد هواپیماهای آسیب دیده یا از کار افتاده از این مرکز بازدید می کنند و هدف از آن آشنایی و آموزش پرسنل مرتبط با صنعت هوانوردی با مکانیزم‌های سیستماتیک بازیابی و تعمیر است. در این دوره‌ها خدمه آموزش دیده وظیفه انتقال دانش و مهارت‌های لازم به همکاران خود را بر عهده دارند.
آنها آموزش می‌بینند که چگونه هواپیمای سقوط کرده را در صورت امکان نجات دهند و شواهد مربوطه را برای اهداف تحقیقاتی در تعیین علت حادثه جمع آوری و حفظ کنند. در دوره‌های بازیابی به پرسنل نحوه صحیح استفاده از ابزارهای حفاظتی و بازیابی مانند اره نجات و حفظ لاشه هواپیما آموزش داده می‌شود. با این آموزش‌ها می‌توان از هواپیمای سقوط کرده برای قطعات یا حتی برگرداندن کامل به خدمت استفاده کرد. در بنیارد انواع مختلفی از هواپیما از مدل‌های جدید گرفته تا نمونه‌های قدیمی برخی از هواپیماهای مشهور وجود دارد. تعدادی از هواپیماهای معروف که در بنیارد نگهداری می‌شود عبارتند از B-17, B-24 و B-25. همچنین 4 فروند از آخرین باقی مانده های بمب افکن B-36 در کنار آخرین B-29 ها که بمب های اتمی جنگ جهانی دوم را بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی را کردند در اینجا حضور دارند. از مجموع هواپیماهای قدیمی در دیویس مانتن بوینگ B-52A قدیمی ترین هواپیمای موجود است. تمام سفینه‌های فضایی اولیه مثل مدل‌های جمینای، مرکوری و آپولو که نیل آرمسترانگ را به کره ماه فرستاد هم در اینجا نگهداری می‌شوند. بنیارد نقش نگهبان را برای تاریخ هوانوردی آمریکا ایفا می‌کند و روند تکاملی این صنعت را در طی سال‌ها به خوبی به نمایش می‌گذارد. یکی دیگر از نکات قابل توجه در مورد بنیارد برگزاری رویداد سالیانی به نام میراث پرواز دیویس مانتن است که از سال 1997 برای بزرگداشت 50 سالگی تأسیس نیروی هوایی ایالات متحده برگزار می شود. در این رجه رسمی هواپیماهای مدل‌های قدیمی و جدید در کنار یکدیگر و با فاصله بسیار کم پرواز می‌کنند. از آنجا که مدل‌های قدیمی و جدید برای پرواز در سرعت‌های متفاوتی طراحی شدند، پرواز آنها با سرعت‌های برابر کار بسیار دشوار است. به عنوان نمونه هواپیمای ایده برای پرواز در سرعت‌های پایه طراحی شده، در حالی که هواپیماهای مدل بالاتر مثل F-35 یا F-16 در سرعت‌های بالا پایدار هستند. بنابراین آنها تلاش می‌کنند تا با کم کردن سرعت در کنار هواپیماهایی از دوره‌های جنگ جهانی دوم، جنگ کره و یا جنگ ویتنام پرواز کنند. هواپیماهای شرکت کننده در این مراسم هر سال متفاوت هستند. هواپیماهایی مثل F-68 سیبر، F-38 لایتنینگ و P-51 مستانگ در کنار دیگر هواپیماها. هرچند F-35 و F-22 پای ثابت هر ساله این مراسم هستند. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.